سپاسگزارم. من بسیار خوشحالم که اینجا هستم در لهستان. آقای وزیر، خیلی ممنون از میزبانیتون. من خیلی خوشحالم که هم من و ایشون صحبت کنیم در مورد ترویج و پیشبرد صلح در خاورمیانه، که البته خیلی هم مهمه، ولی خب برای صحبت های مشترک و دو جانبانمون هم در اینجا هستیم. حدود 100 سال پیش ما روابطمون رو آغاز کردیم، روابط دیپلماتیکمون رو، و این نخستین بازدید من به عنوان وزیر امور خارجه آمریکاست. 30 سال بعد از اینکه اون دیوار آهنین پایین اومد، پرده آهنین پایین اومد، ما اینجا هستیم و ما می‌خوام از شما و رئیس جمهورتون سپاسگزاری کنیم. روابط بین روابط دفاعی و امنیتی ما بسیار عالی است و ما همین رو نشون میدیم که ما حدود بیش از 60 کشور در این کنفرانس ورشو، کنفرانس ورشو، امنیت ورشو حضور داریم. ما فردا در ما کلا در کنار نیروهای سربازان روس، لهستان و کشورهای دیگه حضور داریم در ناتو، تا بتونیم در برابر هر چالشی از سوی هر متجاوزی بایستیم و در برابر چالش‌های امنیتیمون بمانیم و دفاع کنیم از ارزش هامون. و این تنها میسر است با همکاری ها و مشارکت های همچنین مالی از همه، از سوی همه همکارانمون. و پرزیدنت ترامپ بارها در مورد این صحبت کرد که اونها هم باید سهم خودشون رو، سهم منصفانه‌شون ادا کنن. لهستان همین حالا این کار رو کرده و همینطور ما در مورد توانایی‌های لهستان، توانایی دفاعی لهستان که بالا رفته خیلی خوشحالیم. مردم لهستان اهمیت عامل بازدارنده رو بسیار خوب میدونن و آمریکا از این بابت بسیار خرسنده و سپاسگزاره. و ما همینطور از تعهدی که لهستان نسبت به ماموریت ناتو در افغانستان قائل است سپاسگزاری می‌کنه. و همینطور در مورد همکاری انرژی که رو به رشد و همینطور که در نسبت به واردات نفت و گاز طبیعی از آمریکا داره و به این ترتیب کاهش میده گاز طبیعی وارداتیش از مسکو رو، چیزیه که این چیزیه که روسیه از این به عنوان یک اهرم استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکش. و ما همینطور در مورد خط لوله نورث استریم صحبت کردیم که این هم نه تنها به اروپا آسیب میرسونه و وابسته میکنه اروپا، بلکه به اوکراین هم آسیب میرسونه. روابط بین ایالات متحده نسبت به لهستان بسیار بسیار علاقمند هست و میدونیم که روسیه لهستان از ما حمایت میکنه در برابر سیاستمون. اقتصاد لهستان 27 سال متمادی پشت سر هم رشد مثبت داشته و این از لحاظ تولید ناخالص ملیش بسیار خوبه و در سطح و به هر حال با اقتصاد خارق العاده آمریکا خیلی خوبه. ما امیدواریم روزی برسه که لهستان هم بتونه به زودی بپیونده به اون برنامه معافیت روادیدی ایالات متحده. ما همینطور سپاسگزاریم از اراده، از حل مشکلاتی که از قدیم مونده و من از همتایان لهستانی میخوام که هرچه زودتر به ما بپیوندن تا بتونیم اون مشکلاتی که از دوران هولوکاست باقی مونده رو حل کنیم. و در پایان من میخوام از همه بدونن که آمریکا هرگز فراموش نمیکنه روحیه لهستانی رو. یک آمریکایی به تازگی در سن 96 سالگی درگذشت، شاید او رو بهتر بشناسن، به نام فرانیک وایویک نجان، اسم لهستانیش شما میشناسین. ایشون جان خودش رو به خطر انداخت تا بتونه در برابر ماشین جنگی نازی‌ها مقاومت کنه. بعد از جنگ ایشون به یک آمریکایی تبدیل شد، سرشهروند آمریکا، و یک سرمایه‌گذار املاک در نیویورک شد و بسیار موفق بود. آمریکا به همه میگه که آقا، یا ایشون به همه گفتش که آقا جان، شما اگر رویای بالا داشته باشی حتما میتونی به جاهای بالا برسی. ایشون در سال 2017 همونجوری آقای ترامپ در اینجا، آقای ترامپ در سفرش به اینجا در سال 2017 گفت که لهستان موفق خواهد شد. لهستان برای آزادی و استقلال جنگید و من اینجا به لهستان میگم که در همین مسیر بمانید، در مسیر دموکراسی، همونجوری که در سالهای دهه 1980 و 1990 براش جنگید و تلاش کردید. از شما سپاسگزارم که اینجا اومدید و امیدوارم که این روابطمون در سطح کنفرانس سطح وزیران ادامه پیدا کنه فردا. بله، ایشون دارن به زبون لهستانی ظاهرا صحبت میکنن. بله، حالا اجازه بدید که من اینجا سوال خبرنگار واشنگتن اگزامینر رو بپرسیم. سپاسگزارم. آقای وزیر پومپئو، در مورد شما میخواستید این
اتهاماتی که مطرح شده رو به صورت غیر اخلاقی خوندید و گفتید که اینها مسائل بیشتر سیاسی هستن و یا شما لهستان رو تشویق کردید که اینها رو به اصطلاح لهستان رو تشویق کنید که در برابر اینها بیسته و مقاومت کنه؟ آقای وزیر خارجه، از شما هم میخوام این سوال رو بپرسم. آیا شما نگرانی هستید که دسترسی به یک توافق بر سر یک خانمی رو نام میبرن، خانم والی، آیا ایشون تأثیر خواهد گذاشت بر روابط شما بین شما و اعتماد؟ و همینطور آیا مسئله دیگه ای بوده از سوی لهستان برای داشتن یا میزبانی این موشک ها در لهستان؟ آقای مایک پامپئو پاسخ میده. در وهله اول در رابطه با زیرساخت های در مورد شرکت واوی صحبت میکنن. بله، میگن که ما در اینجا صحبت کردیم، برای همه گفتیم که تهدیدهایی که موجود از سوی این شرکت برای شهروندان خاص هر کشور و همینطور نصب اون دستگاه های هواوی بر ساختارهای این کشور، ما گفتیم این چقدر خطرناکه. به هم گفتیم این مسئله آموزشیه. کشورها هر کدوم تصمیم خودشون رو میگیرن و کشورهایی که حاکمیت مستقل دارن خودشون میتونن انتخاب کنن چه جور فناوری رو میخوان در کشورشون استفاده کنن. اما البته ما این رو هم روشن کردیم که بعضی تصمیم ها هست که برای ایالات متحده و وزارت دفاع اون موقع براش سخت خواهد شد. اگر ما بخوایم این رو بخوایم به خطر بندازیم و امنیت وزارت دفاع خودمون رو یا تاسیساتمون رو اگه بخوایم از فناوری چینی استفاده کنیم، حالا نقش هر کشوری با خودش هم میتونه تصمیم بگیره. ولی درباره پرسش دومتون که در مورد امید ما برای کنفرانس فردا و وزیران هست، من میگم این ما چندین هفته است که برای این برنامه‌ریزی کردیم و ما در مورد آینده توسعه و رفاه سعادت خاورمیانه صحبت میکنیم، در مورد مشکل مسئله خاورمیانه و مبارزه با تروریسم و همینطور همکاری با همدیگه. ما بیش از 60 کشور، بیشتر از چندین وزیر در اونجا حضور دارن، از آفریقا تا در قاره شمالگان همه با همدیگه اونجا هستن و این بسیار مهمه.